ثبات دولت و جامعه از نگاه جامعه شناسی چگونه است؟ ویژگی‌ها و مؤلفه‌های اساسی یک جامعه قوی چیست؟ دولت و جامعه به چی مفهوم است؟ از نگاه قوت و ضعف رابطه دولت و جامعه در چند قالب قابل تصور است و پیامدهای هر کدام برای جامعه چی خواهد بود؟ پاسخ همین پرسش ها را در برنامه آرمان شهر این هفته به بحث و بررسی میگیریم. سلام، وقت همه شما از آن بخیر. به برنامه آرمان شهر خوش آمدید. موضوع بحث ما در این برنامه بررسی مناسبات دولت و جامعه است و بیشتر تلاش میشه که رابطه دولت و جامعه با یک دیدگاه جامعه شناسی و از این زاویه بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار بگیره. بدون شک مناسبات دولت و ملت یا مناسبات دولت و جامعه یک از مباحث بسیار کلیدی و کاربردی هست که در مکاتب مختلف و همچنین در نظام‌های سیاسی، حقوقی و سیاسی مختلف بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. شیوه‌های گوناگون در بحث دولت ملت و یا رابطه دولت و ملت و یا جامعه قابل تصور هست و دولت به عنوان یک رکن اساسی یک نظام سیاسی واقعا میتونه نقش بسیار کلیدی و سازنده را در کم و کیف یک نهاد و یا ساختار سیاسی بازی بکنه و بسیار هم نقش تعیین کننده داره و از دو طرف در مقابلشان هم جامعه قرار داره و جامعه هم به مثابه دولت میتونه در اینجا نقش داشته باشه و قطعا قوت و ضعف هر کدام دولت و جامعه در قسمت کم و کیف تأثیرگذاری و یا تأثیرپذیری متقابلشان تأثیرگذار است و در کم و کیف برایند و یا نتایجی که میشه از آن گرفت واقعا تعیین کننده هست. اینکه واقعا دولت در چه جایگاهی قرار داره و جامعه در چه جایگاهی قرار داره و از کدام زوایای میتونه اینا با همدیگر با چه میزانی ارتباط داشته باشه. خب برای بحث بیشتر پیرامون همین موضوع در خدمت مهمان گرامی و کارشناس فرهیخته جناب آقای دکتر محمد شریف حیدری استاد دانشگاه قرار داریم و این موضوع را به بحث و بررسی میگیریم. جناب آقای دکتر خوش آمدین برنامه. سلامت باشین. ممنون. جناب آقای دکتر برای ورودی به این بحث از جامعه شروع میکنیم. در کلیت امر تعریف شما از جامعه و از ماهیت جامعه چی است و در واقع از دیدگاه جامعه شناسی خود جامعه به چی مفهوم میتونه باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم تلویزیون راه فردا. خدمت شما عرض کنم در ارتباط با اینکه جامعه چیه، شاید خیلی در ظاهر سوال ساده‌ای به نظر برسه. خب جامعه است دیگه، یعنی مجموعی از افراد دیگه. ولی اگر بخوایم کمی فنی‌تر به این قضیه وارد شویم، ببینید ما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم، در همین بستری که به او جامعه میگیم، با دو پدیده در ارتباط هستیم. یکی از این پدیده‌ها الگوها یا شیوه‌های رفتاریه که ما انجام میدیم و الگوها و شیوه های رفتاریه که در رفتار انسان ها به هر حال متجلی میشه و اینا به رفتار شکل و سمت و سوی خاص میده. به این میگیم فرهنگ. وجه دیگه آنچه که در جامعه میبینیم شبکه روابطیه که به هر حال در بستر اون شبکه روابط اینمی الگوها و شیوه های رفتار یا هنجارها یا ارزش ها دیده میشه. او بستر این الگوها و شیوه ها میشه جامعه. پس بنابراین ما اگر بخوایم تشبیه کنیم، جامعه و فرهنگ شبیه نرم افزار و سخت افزار میشه. سخت افزار که بستر این نرم افزاره، او میشه جامعه و این الگوها و شیوه های چگونگی رفتار میشه فرهنگ.
خب قطعا اون شبکه روابط اجتماعی در یک فضای ایجاد میشه که مجموعه انسانهایی باشه، این مجموعه انسانهایی روابط دوامدار باید داشته باشه، در یک جغرافیای مشخص باشه. به این لحاظ میگیم جامعه مجموعه روابط دوامدار و پایدار بین انسانها در یک جغرافیای مشخصه که در سالیان متمادی این روابط دوام داشته و بر این مجموعه از روابط شبکه روابط الگوهای رفتاری خاصی یا فرهنگ خاصی هم حاکم بوده و در راستای اهداف خاصی هم این شبکه روابط ایجاد شده. بنابراین اگر ما جامعه را امروز بخوایم محدود کنیم به یک اصطلاح ساده تر و رایج تر، میتونیم تقریبا شبیه مفهوم کشور شده، یعنی اون چیزی که در ادبیات سیاسی بیشتر استفاده میشه. بنابراین جامعه اونمو شبکه روابط اجتماعیه که در یک جغرافیای خاصی ایجاد شده و بستر چیزی به نام فرهنگ شمرده میشه. به هر حال بله آقای دکتر، خب در کنار جامعه قطعا در یک نظام سیاسی دولت هم جایگاه خاص خودشان را داره و در واقع میتونه در معادلات سیاسی نقشی بسیار کلیدی و تعیین کننده را داشته باشه. حالا اگر قبل از اینکه ما به تفصیل به بحثی دولت و جامعه یا مناسبات دولت و جامعه بپردازیم، خوب است در کنار این بحث جامعه که مطرح شد به سراغ دولت هم بریم و به دولت هم بپردازیم به مفهوم و ماهیت و تعریفش. خب با توجه به اون نگاهی که به جامعه داشتیم یا نوع تعریفی که از جامعه صورت گرفت، ما میبینیم که در جامعه انسان‌ها برای که بتونه به این روابطشون سر و سامان بده به نهاد سازی شروع میکنه، یعنی انسان ها در جریان این در واقع شبکه وسیع روابط اجتماعی که ایجاد میکنه میبینه که خیلی از اهداف را به صورت فردی نمیشه به او رسید. لذا در شاید در شبه زندگی خیلی سنتی و قدیمی یک نهادی به نام خانواده بخش عمده از این نیازها را میتونست پاسخگو باشه، نیازی به نیازهای اقتصادی را، نیازی به تعلیم و تربیت را، و این مسئله نیازهای عرض کردم که تا حدی به نظم و امنیت و پاسداری از جان افراد ره، یعنی نیازی به نهاد دولت نبود. اما به تدریج وقتی عرصه زندگی اجتماعی وسیع‌تر میشه، ما میبینیم که دیگه خانواده از پس اون کارکردهایی که به دولت مربوط میشه بر نمیایه، از پس کارکردهایی که مربوط میشه به تعلیم و آموزش بر نمیایه و نهادهای دیگه ای ظهور میکنه، یعنی نهادها خودش محصول تلاش جمعی انسان‌هاست برای پاسخگویی به نیازهای اساسی که تأمین اون نیازها قطعا برای بقای جامعه و برای پیشرفت جامعه لازم هست. در مسیر این نهادسازی انسانها به مرور به ساخت دولت رسیدن یا به دولت سازی رسیدن. دولت در واقع در چارچوب فکری کسایی مثل ماکس ویبر مهمترین نهادی که انسانها ساخته، یعنی مهمترین فراورده فکری یا عملی انسان‌هایی که ساخته تا بتونه اداره امورشان را توسط این نهاد سر و سامان بده. لذا دولت یک ابرنهاد حساب میشه. به خاطر همین اون چیزی که شما در صحبت اولیتون فرمودین، ما این رقم تصور میکنیم که دولت تأثیر گذاره، یعنی نهادهای دیگه هم در جامعه هست، ولی برداشت عمومی به حق همین رقمی است که دولت روی همه نهادها تأثیر داره. دولت تأثیرش روی نهاد اقتصاد بیشتر از نهادهای دیگه است، روی نهاد تعلیم تربیت، حتی روی نهاد خانواده، روی مجموعه فرهنگ و همه نهادهای دیگه، نهادهای آموزشی تأثیر شایانی داره و اونمو چیزی هست که ویبر تصور میکنه که یک نهاد بالادستیه، یک نهاد تأثیرگذاره که حتی روی نهادهای دیگه هم میتونه اثر بگذاره. این یک برداشت ساده‌ای که میشه از دولت ارائه داد. البته اینکه دولت دقیقاً چیه بین تعریف‌های مشخص‌تری وجود داره. مثلا همون ماکس ویبر که هنوز هم تعریفش از دولت تقریبا در فضای جامعه شناسی سیاسی یا علوم سیاسی سنگینی میکنه، ویبر میگه دولت یک اجتماع انسانیه، یعنی در همون فضای شبکه روابط اجتماعی انسانی شکل میگیره، یک اجتماع انسانیه که چند تا خصوصیت داره که ادعای استفاده انحصاری از زور فیزیکی را در جغرافیای معین داره. با این حساب اگر ما نگاه کنیم دولت چند عنصر داره، یعنی بدون این عناصر اصلا دولت دولت گفته نمیشه. یک از این عناصرش زور، پس بنابراین اگر زور که قانون هم بخش از زور میشه، یعنی زور فقط تفنگ نیست، اقتدار داشته باشه در واقع، یعنی مبنای باید برای اعمال زور هم داشته باشه، لذا بحث قانون گذاری هم مطرح میشه. پس دولت هم در واقع نیروی مسلح در دستانش هست،
هم بخش قانونگذاری. این یک عنصر دولت. عنصری که دومی که دولت باید داشته باشد تا دولت حساب شود، یعنی یک نهاد سیاسی بالادستی حساب شود، بحث انحصار. ببینید ممکنه گروه های دیگه غیر از دولت هم این اداره داشته باشه، اما دولت باید به طور موفقانه به صورت انحصاری این اداره بتونه در جغرافیای خاص عملی کنه. پس دومین عنصری که برای دولت آقای ویبر برمی‌شماره عنصر انحصار، یعنی باید اون زور فیزیکی فقط در انحصار دولت باشه، کسی دیگه گروه دیگه نهاد دیگه نتونه همچه دایره مطرح کنه یا با موفقیت در جامعه از او استفاده کنه. عنصر سومی که از این تعریف از تعریف ویبر برمیایه عنصر به نام سرزمین هست یا جغرافیا. بس عملا ما دولت بدون جغرافیا نداریم، یعنی ممکنه گروهی ادعای دولت داشته باشه ولی وقتی جغرافیایی نیست قطعا این دولت دولت واقعی نیست. و عنصر چهارمی که اینم خیلی مهمه عنصر مشروعیت. ویبر مشروعیت یعنی پذیرش عمومی، که پذیرش میگه خب درجات مختلف داره، ولی دولت باید حکومتش یا اقتدارش یا این استفاده انحصاریش از زور باید توجیه پذیر باشه. اگر توجیه پذیر نباشه دولت باز یک از عناصر بنیادین خودش نداره و دولت دولت واقعی یا دولت کامل نیست. چون ویبر نگاهش به دولت یا هر چیز دیگه نگاه یک نوع تیپ ایدئال هست، یک دولت آرمانی رو داره مطرح میکنه. میگه دولت اگر این چهار عنصر نداشته باشه اصلا اون در واقع دولت برداشت اولیه که ما از دولت داریم به معنای یک دولت آرمانی دچار چالش میشه. حالا در غیر از این چهار تا عنصر ممکنه مثلا ما بوروکراسی رو هم جزء عناصر دولت حساب کنیم، سیستم مالیه رو مثلا حساب کنیم، حتی دموکراسی رو جزء عناصر دولت حساب کنیم، ولی اینا میگه نباشم دولت دولت هست، منتها یک عنصر تکمیلی رو نداره، جزء عناصر تکمیلیه که میشه به این چهار عنصر اضافه شوه و هرچی این از عناصر بیشتر اضافه شوه دولت کاملتر میشه، منتها اون چهار تا جزء عناصر بنیادی و سازنده دولته که اگر یکیش نباشه دولت اصلا دولت بودنش دچار مشکل میشه. این نگاه نگاه ویبریه، نگاهی که عرض کردم نگاه خیلی مسلط تا هنوزم کم و بیش در اندیشه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی هست. منتها در تقریبا دهه های اخیر این نگاه تا حد در فضای اندیشه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی زیر سوال رفته، به این معنا که این چیزی که ویبر مطرح میکنه بیشتر یک برداشت ایدئال هست. ما در عالم واقعیت دولت هایی داریم که این چهار تا عنصر در موردش واقعا صدق نمیکنه، اما دولت گفته میشه. لذا کسای دیگه میایه، مثلا یک از افرادی که خیلی منتقد این روی کرده ویبر هست کسی به نام جویل مگدال که در دهه‌های اخیر خیلی به خصوص در قرن 21 یک چهره شناخته شده شده و در فضای اندیشه سیاسی دیدگاهش خیلی مطرح هست در آکادمی ها. مگدال میگه دولت اصلا یک میدان قدرت، یک میدان قدرت هست، یک عرصه بازی قدرته که اینجا بازیگرای زیادی وجود داره، صرفا یک بازیگر نیست. اگر شما مثلا تشبیه کنین به یک بازی مثلا ورزشی مثل بازی فوتبال، در عرصه بازی بازیگرای زیادی بازی میکنه، هر کی سهم خود از بازی داره، ولی ممکنه یک نفر به تدریج، خیلی البته این تشبیه شاید در مورد فوتبال خیلی تشبیه دقیق نباشه، خیلی کمک نکنه، ولی برای که از فقط از همین جهت که بازیگرای زیادی وجود داره، ولی در نهایت یک بازیگر یا یک نهاد باید یک تصویر را برای در ذهن دیگرها ایجاد کنه که من میتونم به نمایندگی از همه به صورت انحصاری از زور، همون چیزی که ویبر میگفت، استفاده کنم. و این در عمل هم بعداً اول پس در حد ادعایه، در حد ایجاد یک تصویر، اما در عمل باید بتونه این تصویر رو هم باز در عمل پیاده کنه و عملاً تایید عملی بکنه. اگر نهاد یا گروه این کار تا نیست اون تبدیل به دولت میشه. ولی تفاوتی که دیدگاه مگدال با ویبر داره اینه که مگدال میگه که این وضعیت مدام باز تولید میشه، یعنی او بازیگرها کلاً از صحنه بازی حذف نمیشه. پس دولت یک نهاد کاملا بالادستی نیست، یک نهادیه که در بین بازیگرای دیگه داره بازی میکنه و مدام با اونا بدبستان داره. شما ببینید اگر در تا این 20 سال شما دولت های مثلا آیه حامد کرزی یا دولت های مثلا دکتر اشرف غنی رو بخواین که مقایسه کنین، ببینید چطور با مراکز قدرت یا گروه های قدرت یا چهره های صاحب نفوذ تعامل میکرد. این نشانگر اینه که این دولت تنها یک نهادی نیست که همه را
از بالا به اون نظارت کنه و فقط فرمان ده باشه. یعنی گاهی امتیاز میده، امتیاز میگیره، البته که در این حد برسه که دیگه کلن دولت نتونه برنامه خود پیش بگیره، یک دولت ضعیف میشه و عملا به قول یکی از نویسندگان میشه دولت شبکه‌ای، که ما در افغانستان یکی از مشکلات ما همین بود که این دولت یک دولت شبکه‌ایه که عملا دیگه خیلی از اهداف خود را نمیتونه به تنهایی اجرا کنه، و اگر امتیاز خیلی زیاد بده که دیگه باز او اهداف از ریشه دچار چالش میشه، اگر امتیاز نده ممکنه فشاری که از بیرون وارد میشه مانع اجرای سیاست هایش شود. ولی به هر حال یک واقعیته که شما در همه جوامع میبینید، که حتی در امریکا هم رقمی است. در امریکا ببینید شما نزاع در عرصه قدرت همیشه هست، حتی خیلی از مقامات امریکایی که در افغانستان درباره افغانستان کار کرده خودشان اشاره میکنه که بین وزارت دفاع امریکا و وزارت خارجه امریکا اختلاف نظرهای جدی وجود داشته درباره مسائل حضور امریکا در افغانستان، و همین باعث خیلی از گاهی چالش ها در تعامل با افغانستان میشده. پس ببینید دولت امریکا هم دولت یک پارچه نیست، دولت جدا از دو حزبی که حاکم هست، جریان های دیگه گاهی اعمال نفوذ میکنه و لاوی های دیگه ممکنه وجود داشته باشه. این مسائل باعث میشه که دولت را ما نباید یک نهاد فرادست بگیریم که فقط از بالا روی همه نهادها اعمال سلطه میکنه و عملا تأثیری از پایین نمیپذیره. نه، دولت به تعبیر یک بازیگر در میان بازیگرهای دیگه هست، منتها یک بازیگریه که نقش تعیین کننده داره، ولی مدام تحت تأثیر بازیگرهای دیگه هم قرار میگیره. بله، بنده های گرامی، در این قسمت وقفه کوتاه داریم، بازم زود برمیگردیم. باز هم خوش آمدین به ادامه برنامه. به طور کل جناب آقای دکتر، در یک نظام سیاسی خب قطعا دو تا مهره اساسی و بازیگر اصلی وجود داره، یک دولت، آنچه به خوبی به تفصیل اشاره شد، یکم جامعه، مردم، شهروندان جامعه که قاعده امو نظام را در واقع تشکیل میده یا مبنای مشروعیت نظام سیاسی میتونه قلمداد شود در بسا موارد. حالا از دیدگاه جامعه شناسی اگر رابطه همین دوتا رو با هم دیگر بسنجیم، به باور شما چی مناسبتی و یا چی نسبتی بین دولت و جامعه وجود داره؟ همون آقای مگدال که عرض کردم، مگدال در یک از کتابایش که نام کتابش هم هست دولت در جامعه، این معنای دولت در جامعه، ببینید که دولت بر جامعه نیست، یعنی دولت در درون جامعه است. پس دولت کاملا بخش از جامعه حساب میشه، یعنی بخش جامعه که هست، منتها خیلی نقش فرادست نداره. عنوان فرعی که برای کتاب آقای مگدال میده، که من اگر مثلا به فارسی بخوایم رو بگم، یست که چگونه دولت ها و جوامع به همدیگر شکل میدن. یعنی دولت ها به جامعه شکل میده و جامعه به دولت ها شکل میده. پس این رابطه کاملا دو سویه وجود داره. و اصلا قلمرو جامعه شناسی سیاسی نمیست که چگونه جامعه و دولت ها شکل میده و چگونه دولت ها تاثیرگذار روی جامعه هست. منتها جامعه که ما میگیم جامعه چیه؟ جامعه بخش وسیعی میتونه گفته شود. یعنی در همون فضای اولی که خدمت شما عرض کردم، در بحث شبکه روابط وسیع اجتماعی که بین یک جمعیت گسترده انسانی در یک جغرافیا شکل میگیره، عرصه‌ای وجود داره که الان خیلی برجسته شده، عرصه‌ای به نام جامعه مدنی است. جامعه مدنی یعنی سپهری که حائل هست و واسطه هست بین شهروندان و افراد و دولت. ببینید افراد یک حیثیت شهروندی داره که عضو یک دولت هست. در گذشته شهروندان تعامل مستقیم با دولت داشت، یعنی دولت ها میتونستن اعمال سلطه کنن مستقیم روی دولت ها، و شهروندان خیلی یک چتر حفاظتی برای خود نداشتن که گاهی خواسته ها یا منافعشون را بتونن از طریق از او در مقابل دولت ها با جدیت بیشتر مطرح کنن. لذا شهروندان بیشتر تابع بودن، بیشتر پیرو بودن، یا همون چیزی که ازش ما گاهی یاد میکنیم به نام رعیت. اما امروزه شهروندان یک چتر حفاظتی هم یافته که به اون میگم جامعه مدنی. جامعه مدنی یک از بخشای از جامعه است که میتونه تاثیرگذار روی دولت باشه. شما ببینید جامعه مدنی را به جامعه مدرن اختصاص نداره. در جامعه سنتی ما نهاد علمای دینی مهمترین بخش جامعه مدنی در طول تاریخ کشور ما بوده، یعنی نهادی بوده که به نمایندگی از مردم تاثیرگذار بوده روی دولت و دولت حساب می‌برد از علمای دینی. شما نگاه کنین علما در دورهای گذشته، خیلی دور نریم، در همین در واقع قرن بیستم مثلا، در دوره امان الله خان شما ببینین
نهادی که اعتراض کرد روی سیاست‌های اصلاحی امان الله خان، نهادهای زیادی ممکنه بدنه مردم اعتراض منتقد بوده باشه، ولی نهادی که خیلی برجسته بود و در رأس قرار گرفت و هدایت امور را به عهده گرفت علمای دینی بود اغلب و تونست افکار عمومی را بسیج کنه علیه این برنامه اصلاحی امان الله خان. پس بنابراین خود علما بدنه از حکومت نبود، یعنی جامعه عضو جامعه سیاسی نیست، عضو جامعه سیاسی نیست، علما عضو جامعه مدنی هست و مطالبات شهروندان را میتونه این مطالبات اقتصادی باشه، میتونه مطالبات سیاسی باشه، میتونه مطالبات فرهنگی باشه، میتونه مطالبات مذهبی باشه و این در واقع خواسته مذهبی مردم را منتقل میکرد و حکومت ها را تحت فشار قرار میداد. شما نگاه کنید کل منطقه حالا مثلا کلا کشورهای اسلامی در نظر بگیریم، در کشورهای اسلامی علمای دینی در طول تاریخ نقش بسیار برجسته‌ای داشته به عنوان جامعه مدنی و گروه دیگه ای که از قدیم بوده بازاری ها هست. بازاری ها و تجار بخش از جامعه مدنی بوده که دیدگاهشان مهم بوده به هر حال برای دولت ها و اعمال نفوذ میکرده. ای که فرد اعتراض میکرده کسی اصلا جرأت اعتراض نداشت، اما اگر مجموعی مثلا از تجار خواسته ای را مطرح میکرده این برای دولت ها مهمتر بوده، لذا خیلی براحتی نمیتونستن در مقابلش موضع انکاری بگیره یا نادیده بگیره. اینو خواستم بگم که ببین جامعه مدنی رو ما میشه به شکل‌های سنتیش مطرح کنیم، ولی امروز دیگه در جامعه مدرن شما نگاه کنین رسانه‌ها بخش از جامعه مدنی هست و نقش بسیار قدرتمندی داره برای شکل دهی چیزی به نام افکار عمومی و افکار عمومی هم خودش میتونه محمل باشه برای تاثیرگذاری روی دولت‌ها و دولت‌های غربی امروز اگر گاهی بعضی از مواضع رو خیلی براحت نمیتونه موضع سیاسی مشخصی بگیره، بعضی موضوع سیاسی را ترسشون از افکار عمومیه و چیزی شکل گرفته به نام افکار سنجی یا نظر سنجی. مؤسسات نظر سنجی جز مؤسسات بسیار مهمیه که در کشورهای غربی، در امریکا، در فرانسه، در انگلیس، در آلمان مدام در موضوعات حساس نظر سنجی میکنه. فقط در انتخابات نیست، در امریکا همین اواخر یک نظر سنجی انجام شد که چند فیصد مردم امریکا موافق به رسمیت شناختن دولت امارت اسلامی در افغانستان هست. خب این نظر سنجی نمیتونه مهم نباشه برای دولت امریکا، برای که دولت فردا به همین مردم نیازمنده و این حزب حاکم میخواد که فردا رأی اون مردم رو بگیره و بحث یک فرد مطرح نیست، بحث حزب مطرحه، بحث تداوم حضور در قدرت مطرحه و اینها نمیتونه به افکار عمومی به توجه باشه. لذا ببینید جامعه بسترهای زیادی برای تاثیرگذاری داره، از علمای دینی گرفته تا تجار تا بحث رسانه‌ها و احزاب سیاسی رو میشه در بستر جامعه مدنی مطرح کرد. این احزاب درسته که وقتی به قدرت رسید بخش از جامعه سیاسی میشه، ولی خواستگاه بستر احزاب هم خیلی ها در بستر جامعه مدنی مطرح کرده و اصناف الان خیلی مهم هست. ببینید در جامعه مدرن البته خیلی نقش اصناف مهمه، اما در جامعه ما شاید اونقدر اهمیتش ملموس نشده باشه. الان انجمنهای صنفی عمدتاً نمایندگی میکنه از مطالبات و خواسته های مردم در برابر حکومت ها. همه اقشار و گروه ها انجمن صنفی داره و کارکردش است که عرض کردم میتونه پول ارتباطی باشه بین شهروندان و دولت و دولت ها نمیتونن بتوجه باشن نسبت به این انجمن ها. پس این بستان ها وجود داره. در جامعه مثل ما خیلی مسائل دیگه هم هست غیر از حالا بحث علمای دینی که نام بردم یا نیروهای مذهبی. خود نیروهای قومی میتونه بخشی از جامعه باشه، خود نیروهای قومی و در واقع قومیت ها با توجه به که ما یک جامعه هستیم که هنوز تحت تأثیر در واقع اونمو سنت های قومی قرار داریم، این خودش میتونه یک نیروی اجتماعی باشه که تاثیرگذار روی سیاست ها و ساختار دولت میتونه باشه و روی دولت حالا تأثیرش یا مثبت یا منفی کار نداره، مهم اینه که شکل میده. یعنی سیاست ها اگر قومی میشه این سیاست بستر اجتماعی قومی عاملش هست. حالا شما این تأثیر میتونید در بعضی موارد مثبت ببینید، در بعضی موارد منفی ببینید، که از اینجا میشه موارد یک فازی هم شویم که گاهی جامعه قوی میشه. جامعه قوی یعنی جامعه که عملا دولت ها را تأثیر گذاریش را میگیره، یعنی مثل اون مسئله عامیانه که میگه آنچه که در دیگ هست در کاسه هست، یعنی در واقع دولت خودش میشه بازتابی از آنچه که در جامعه میگذره. پس اگر در جامعه مسائل قومی هست، روی کردها قومی، نگرش های قومی غالبه، عملا دولت هم ساختار قومی پیدا میکنه. اگر روی کردهای مذهبی گاهی برجسته میشه دولت هم رقمی میشه. و البته اینطور نیست که ما بگیم که دولت تأثیر نداره، دولت خودش میتونه در این مباحث نقش داشته باشه.
این از تأثیر از ناحیه جامعه. از اون طرف دولت ها قطعا برنامه داره، دولت ها برنامه هایی که میرزه و برنامه هایی را که اعمال میکنه در تغییر جامعه و سمت و سو دادن به حرکت های اجتماعی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. و در همین مسئله که ما در افغانستان اشاره کردیم، بحث روی کارت های قومی یا قومی شدن خیلی از مسائل، دولت ها من برداشتم اینه که بیشتر مقصر در طول دههای اخیر یا در حداقل بعد از مثلا حدود تا حدود مثلا 40-50 سال اخیر دولت ها مقصر اصلیه، چون دولت چیزی به نام برنامه سیاسی یا سیاست در واقع کلان داره که بخش سیاست قومیه. یعنی دولت ها میتونه با سیاست های قومی درست، نه سیاست که تحت تاثیر قومیت، یعنی سیاستی که در ارتباط با مسائل قومی اتخاذ میشه، میتونه این سیاست مبتنی بر این باشه که مسائل و منازعات قومی را حل و فصل کنه، ریشه‌ای میتونه اصلا تشدید کننده باشه. در طول سالهای گذشته سیاست های دولت ها تشدید کننده بوده متاسفانه، و مسائل قومی اگر در بستر فرهنگی یا نهاد آموزش تا حد زمینه برای رشد و عبور از خیلی مسائل فراهم میشده، سیاست دولت ها باز در واقع این اثر را هم خونسا کرده و عملا مسائل را اگر بهبود نبخشیده، اگر بدتر نکرده، حداقل همچنان زنده نگه داشته در همون وضعیتی که بوده. این بوده که یک جامعه مدنی قوی و فعال وجود نداشته تا مهار بکنه بالاخره این بله. تکروی های حکومت و دولت رو. این دقیقاً بوده. مثلا شما ببینید امروز یک بحثی که مطرح هست، گاهی در فضای مجازی بحثی مطرح میشه به در مورد اینکه ما چرا جامعه خشین هستیم و بحث مبارزه بدون خشونت مطرح میشه. ببینید ما در افغانستان در طول همین عرض کردم در 4-5 دهه اخیر اصلا یک جنبشی که فقط آرمان صلح داشته باشه، یک جنبشی که روی شیوه های مدنی تاکید کنه، جنبش اصلا ظهور نکرده در افغانستان. این نشانگر اینه که طبق فرمایش شما اصلا فعالیت نشده، کاری نشده. این در عرصه جامعه مدنی مبارزه رقمی اصلا صورت نگرفته، عملا مبارزه دست کسانی بوده که فقط راه خشونت لبرد بوده. و وقتی که هیچ کاری صورت نگرفته، پس ما ادبیات نداریم در این عرصه اصلا، که الان با دست خالییم. یعنی ما داریم مبارزه انجام میدیم که هیچ اسلحه‌ای نداریم، هیچ ابزاری برای مبارزه در دست ما نیست، و قطعا مبارزه بدون ابزار یا بدون پیشینه کار سخت میشه. از نو باید شروع کنیم، خیلی کارا رو باید تمهید کنیم، و اول باید فرهنگش رو یاد بگیریم. دقیقاً. یعنی شما یک جنبشی که شکل گرفته باشه که این از علمای دینی تشکیل شده باشه، از اساتید دانشگاه تشکیل شده باشه، از دانشجویان تشکیل شده باشه، محصلان، شاگردان مکاتب، فرهنگیان، که آرمان اینی رو داشته باشه که ما چطور مسائل قومی رو حل و فصل کنیم و با سیاست مثلا قومگرایانه مبارزه کرده باشه در میان همه قومیت ها. یک جنبش قدرتمند نداریم، و این خودش نشانه یک خلأ یا کمکاری بزرگ هست در عرصه جامعه مدنی. نهادهای علمی ما در این 20 سال خیلی امکانات بود، از لحاظ مادی با کمبود مواجه نبودن، از لحاظ نیروی انسانی با کمبود خیلی مواجه نبودن، دستاورد خیلی خاصی ندارن در این عرصه. متاسفانه در بخش فرهنگی ما دستاورد خاص نداشتیم، و تا این خبر نتیجه نشه و جبران نشه انتظاری تغییر هم نداشت. دقیقاً مسئله همین. چطور میشه جناب آقای دکتر رویکرد را تغییر داد در افغانستان و یک راه حل اساسی رو پیدا کرد؟ یعنی با در نظر داشتی همین چالش هایی که وجود داره، یک آسیب شناسی دقیق صورت بگیره، کارشناسی شه، و بعد هم ما بتونیم به یک وضعیت مطلوب برسیم که از این وضعیت نامطلوب فعلی ما بیرون بیاییم. از دیدگاه شما چه نکات اساسی رو باید در نظر گرفت و نسخه نجات بخش را که شما نظر به شرایط فعلی افغانستان تجویز میکنید برای بیرون رفت از وضعیت کنی چیه؟ خب من در واقع در ضمن پاسخ قبلی عرض کردم جوابی که راه حل اونمون در واقع ایجاد یک تفاهم وسیع یا همون چیزی که عرض کردم تحت عنوان دولت فراگیر ازش یاد میشه در سطح دولت، در سطح جامعه این روحیه باید شکل بگیره. بله، این روحیه باید شکل بگیره که ما برای گروه ها و جریان های مختلف باید شأن قائل باشیم، و این میتونه راه حل سیاسی در سطح جامعه سیاسی باشه، در سطح جامعه سیاسی یا عموم دستگاه حاکمیت یا نخبگان سیاسی. اما در سطح بستر اجتماعی ما خیلی از ضعف‌های فرهنگی هم داریم. خب این راه حل کوتاه مدت لزوما نداره، باید این برنامه دوامدار تعقیب شود که خود سیاست‌های دولت میتونه بخش از این برنامه باشه.
یعنی چیزی که ما عرض کردم پیشتر که در صحبت‌های قبلی که یک از دلایلی که این منازعات قومی یا نگرش قومی در طی 20 سال اخیر نه تنها کاهش پیدا نکرد که حتی تشدید شد، علت سیاست‌های دولت بود. این دولت‌ها میتونست کلاً مشکل را کاهش بده، حالا اگر حذف نمیتونست حداقل تا حد زیاد میتونست کاهش بده با اتخاذ سیاست‌های درست در ارتباط با مسائل قومی و زبانی و مذهبی و این مسائل، ولی با سیاست‌هایی که دولت‌های اتخاذ کرده این وضعیت، این بی‌اعتمادی میان قومیت و این در واقع رویکردهای واگرایانه‌ای که وجود داره تشدید شده و عملاً شما ببینید ما دموکراسی داشتیم ولی دموکراسی ما دموکراسی قومی بود، کاندیداها قومی، رای دادن قومی، توزیع سمت‌ها کاملاً قومی و این دیگه با دموکراسی واقعی خیلی سازگار نیست. درسته نمیگم که دموکراسی هیچ نبود، ولی خب به هر حال ارزیابی‌هایی که مثل ارزیابی که خانه آزادی از افغانستان داشت، افغانستان را در سال‌های اخیر تقریبا ارزیابیش بود که یک دموکراسی رو به افول هست، یعنی از 100 مثلا اگه براش نمره در نظر گرفته بود تقریبا 20 و چند نمره در نظر گرفته، نمره قابل قبولی نیست، نمره هست بالاخره ولی نمره ای نیست که باید مطلوب باشه. چرا؟ چون این مشکلات وجود داره. وقتی که این بسترهای اجتماعی فراهم نیست، شما اگر انتخابات هم برگزار کنید، انتخابات میشه انتخابات هایی که ما داشتیم. یعنی ببینید هرچی این مسائل قومی و مسائل بی‌اعتمادی اجتماعی بیشتر شد، انتخابات ما با معضلات بیشتر مواجه بود و عملا چالش انتخابات ناشی از این بسترهای شما اگر انتخابات را هم خیلی کنترل می‌کردید زمینه این تنش ها بود. چرا؟ چون این بستر اجتماعی بستر مناسب برای انتخابات نیست. پس خلاصه نمیشه که راه 100 ساله را یک شبه بپیماییم. اگر به دنبال اصلاحات در جامعه هستیم، حداقل در جامعه افغانستان خود ما، پس این همه مقدمات باید چیده بشه، بستر سازی بشه تا اینکه ما به وضعیت مطلوب برسیم. کاملا درسته. من عرضم این نیست که پس کاری نمیشه کرد، مهم اینه که باید کاری را آغاز کرد. ما توقع نداشته باشیم که افغانستان خیلی در فرصت کوتاه تبدیل شه به یک جامعه، به قول شما آرمانی، به یک جامعه ایدئال، حالا آرمانی که نه به اون معنی، یک جامعه که نسبتاً خیلی از کارهایش تا حد قابل قبولی بهتر شده و از اون وضعیت نامطلوب فاصله گرفته. این خیلی امر کوتاه مدت نیست، ولی چیزی که مهمه باید روند بهبود را ما شاهد باشیم. ولی عملاً متاسفانه در بسیار از مقاطع ما روند بهبود را شاهد نبودیم و حتی نوع عقبگرد و واپسگرایی در واقع جریان داشته. این خودش میتونه مشکل یا مسئله باشه. پس از یک طرف درست است که ضعف ممکنه به دولت بر بگرده، ولی از یک جهت به قول معروف آنچه که از ماست بر ماست، یعنی خود جامعه هم هنوز نتونسته مسئولیتشان را درست انجام بده. مثلا یک جامعه مدنی قوی در اینجا شکل نگرفته و همچنین در ابعاد مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی هم ظرفیت سازی لازم صورت نگرفته. پس اگر بخوایم به تغییر اساسی و بنیادی برسیم، از اینجا باید آغاز کرد. دقیقاً باید همین کار صورت بگیره. باز یک نمونه دیگه‌ای که من برای شما مثال بزنم، ببینید شما در مورد انتخابات‌ها یا مثلا در مورد خاص به صورت ویژه در مورد پارلمان گاهی انتقادهای خیلی شدید میشد که خب چرا پارلمان ما وضعیت شرخمی هست؟ خب همه اعضای پارلمان که انتخاب کرده، خود مردم انتخاب کرده. درسته که میگیم خیلی از این افراد ممکنه با تقلب راه یافته بوده یا خدمت شما عرض کنم که با لاویگری دولت ممکنه اتفاق افتاده باشه، ولی همه که نبوده. بخش زیادی از این افراد را خود همین مردم انتخاب کرده. پس میشه همون چیزی که شما فرمودین، از ماست که بر ماست. یعنی وقتی که مردم حاضر به خاطر یک نان چرب رای بده و به خاطر یک مهمانی رای بده، به خاطر یک تحفه ای که دریافت میکنه رای بده، رای خود را اینقدر ارزان بفروشیم، پس ما باید پیامدهایش هم بپذیریم که این مشکلات هم در افغانستان هست. به این درک باید برسیم که رای ما بر اساس معیارهای رقمی نباشه، معیار قومی نباشه، و اما در افغانستان این چیزا وجود داشت. یعنی این بستر فرهنگی بستر رشد یافته نبود. ما جامعه نبودیم که به لحاظ فرهنگ سیاسی عمومی فرهنگ ما یک جامعه مثلا فرهنگ جامعه دموکراتیک شده باشه و عملا این فرهنگ رفتار ما را جهت بده. این فرهنگ خیلی ضعیف بود و این فرهنگ ضعیف هم میتونه بخش از معضل باشه. بله متاسفانه انشاءالله به امیدی روزی که ما به وضعیت مطلوب سیاسی و اجتماعی فرهنگی در افغانستان برسیم. بله مشاند. سپاس از شما دکتر محمد شریف حیدری استاد دانشگاه، ممنون از حضور سرستان در برنامه. استفاده کردیم دکتر.
خواهش میکنم از شما تشکر میکنم و همچنین سپاسگزارم از شما بنده های گرامی و ارجمند که تا این لحظه بیننده آرمان شهر این هفته بودین. تا بحث و برنامه دیگر، بدرود.